کتاب خانم صفحه 150 هفتاد سالی از آن روزگار می گذرد. هر بار که آن روز را به یاد می آورم جمله هایی در ذهنم می چخد. تصور می کنم همه اینها را به او گفتم در همان چند دقیقه. در بیست سالگی، سی سالگی، چهل سالگی و در سالهایی که پیر شدم. این جمله ها تغییر کرد ولی این حرفها آن روز بر لبم خشکی. وقتی پیر شدم بارها در خواب یا خیال به جای او هم پاسخ دادم. به جای او گفتم برو از این جهنم برو و مثل من ضعیف و اسیر نباش برو با زندگی بجنگ برو و داد مرا و نصحت را بگیر اما او در عالم واقع چیزی نگفت حرفی جز همان یک جمله نگفت و گذاشت تا همه را من خود دریابم آخر هم مرا بغل کرد در خود فشرد در گوشم دعایی خواند و فوت کرد آنگاه به راه افتاد و به تالار عمارتی وارد شدیم که در آن جمع خانواده شاه بخت باخته نشسته بودند ملکه جهان با چهره مهربان اما شکسته و وحشت زده همان که قرار بود از این پس نقش مادر را برایم بازی کند به دیدن مادر بلند شد همیشه او را در لباسهای مجلل دیده بودم اما حالا چادری بر کمر بسته بود و سرگرم آماده کردن قافله بود که داشت از ایران بیرون می برد. مادر مرا به دست او سپرد و هر دو با من آمدند به اتاقی که در آن بچه ها بودند بچه های همسن من دختر و پسر خود را می بینم که پشت پنجره ای استادم در سفارت روز و دارم نگاه می‌کنم به مادر که ملکه را بغل کرده بود هر دو میگریستند و از پشت پرده تار دیدم که مادر از پله ها پایین رفت در باغ شلوغ بود می آمدند و میرفتند مادر بی اتناه از میان آن همه درشکه و کالسکه گذشت تا سالها بعد ندانستم بغچه‌ای که خانم سلطان آن را به تن خود بسته بود و به مادر داد و مادر آن را به ملکه سپرد در خود چه دارد در آن لحظات اگر هم میدانستم جایی را در ذهن من اشغال نمیکرد من فقط به یک چیز میاندیشیدم همون که برایش نگران بودم همون که برایم نگران بود مادر مرا به آن قافله سپرد و رفت و من ناتوانتر از آن بودم که بتوانم با او مخالفت کنم به دنبالش به راه بیفتم به کالسکه آویزان شوم به پایش بیفتم و از او بخواهم راه دیگری برایم پیدا کنم. نازکتر از آن بودم که فریاد بکشم و در آن حیاهو به دیگران بگویم که شاخهای هم اینجاست که دارند او را از ریشه جدا میکنند سوار شد و رفت و پیش از رفتن مرا به زنی سپرد که همیشه لبخندی بر گوشه لب داشت دیگر هر آنچه میدانم را سالها بعد از زبان ملکه شنیدم وگرنه آخرین تصورم از زندگی آن چند دقیقه است که پشت پنجره اتاق سفارت روس کنار بچه های شاه ایستاده بودم و او را نگاه میکردم که کمی لنگ میزد وقتی پا در رکاب کالسکه گذاشت و حتی نگاهی به پشت سر نکرد رفت و بیشتر از هفتاد سال است که چشم انتظار او چند بار دیگری که با او مرتبط شدم همه از دور بود اولین بار روز بعد بود ما سوار بر کالسکه هایی با پرده های افتاده دنبال اتومبیل سیاه رنگی به راه افتادیم که شاه در آن نشسته بود قزاقان در دو طرفمان اسب میراندند از سفارت بیرون آمدیم در آخرین لحظه همه کسی را داشتند که با او ودا کنند صدای شیون و زاری و فقان از دوری باغ سفارت را پر کرده بود ایلچی روز با آن سیبیل ها ایستاده بود روی پله و برای شاه خلق شده دست کام می دا. من از پشت پنجره ها بیهوده در جستجوی نگاه مادر بودم. اما وقتی از خیابان سنگفرش سفارت دور شدیم، جلوی سفارت انگلیس ایستادیم تا سربازان انگلیسی هم همراه ما شوند و این قافله را به مرز برسانند. آنجا بود که کالسکه من را دیدم که هیدربیک بالای آن نشسته بود. مطمئن بودم که مادر در آن نشسته کنار خانم سلطان و دارد دعا میخواند و اشک می ریزد. اشکی که در آن دیدار آخر از من دریغ کرد. لحظه ای این حس موزی در سرم چرخید که خودم را از کالسکه بیرون بیاندازم. میدانستم که اگر بیرون بپرم یکی هست که پرواز می کند و میآید و مرا در آغوش می گیرد. سرم را بر سینهش میگذارم و به او می مرا رها نکن. در راه گاهی چشمهایم را میبستم و سرم را تکیه میدادم به دیواره مخمل کالسکه و با او حرف میزدم هرچه از تهران و باغهای سبز و درختان چنار دور میشدیم حرفهایم با او بیشتر میشد وای از آن نخستین شب من زاده نشده بودم تا بی او زندگی کنم نفسم به راستی تنگ بود احساس خفگی میکردم دیگران فکر کردم بابت چادر رو روبنده است وقتی اینها را برداشتم سر و گردنم را آزاد کردم در اتاقی بودم با سه چهار تا دختر دیگر بیخیال اما مهربان اما کاش کسی نبود اصلا کاش هیچ کس در این دنیا نبود من هم نبودم فقط او بود وقتی خسته از کالسکه به زیر آمدیم در باغ بزرگی بودیم که در وسطش ساختمانی بود شبیه کلاه فرنگی خانه پدرم آنقدر شبیه که به وحشت افتادم چه خوب که ما را به آن کلاه فرنگی شاه و همراهانش و پسرهایش به کلاه فرنگی رفتند و زنها را به ساختمانی دیگر فرستادند در طرف دیگر با. اما من خیال کلافرنگی نسحت و پیانو را با خود به این ساختمان بردم به دستور ملکه جوشاندهای ساختند تا همه آرام بخوابند و صبح زود برای ادامه سفر بلند شوند و من که آن خیال رنگین را با خود به رخت خواب برده بودم دیرتر از دیگران به خواب تسلیم شدم تنفس آرام دیگران نشانه خوبی بود بر اینکه میتوانم بنشینم و پرنده های خیال را پرواز دهم الان مادرم کجاست آیا باز با آن حیوان در یک خانه است از تصور آنکه زیر دست و پای حیوان افتاده و ضربه هایی بر سر و تنش میخورد سینم تیر میکشید مانده بودم در رخت خوابی غریبه و سر با هزاران سوال و جاهای روایتی که خود فقط بخشهایی از آن را دیده بودم آزارم میداد وقتی به خودم آمدم که شروع کرده بودم به بازسازی صحنه کلافرنگی بعد از آنکه که به فرمان نصحت از اتاق خواب حیوان به در آمدم و در راهروی تاریک میدویدم صدای تیر آمد دوبار آیا نصحت حیوان را کشت اما میدانستم این خوشخیالی است پس چه شد آن نصحت که در کنار اشکاف کمین کرده بود و تفنگ دلور را گرفته بود به سویش شباهتی به نسحت من در آن اتاق تاریک نداشت مثل مادرم بود در آن خواب شب آخرم که هرچه مار را میزد باز جان میگرفت چشمهایم را بسته بودم و خوش داشتم داستان را از ابتدا بسازم گلوله‌ای که حیوان را میکشد اما اگر چنین بود چرا نسحت به آن حال درآمد چرا ما قایم شدیم؟ اگر او نبود که الان من در این قافله پریشان و سرگردان همراه نبودم. مادر چنان وحشت زده نبود و نصحت نصحت من در ته چاه نبود. چقدر طول کشید تا خستگی و خواب چیره شد نمیدانم. اما اینقدر بود که دوباره به کلافرنگی رفتم. پاورچین. چلچراغ ساکت و سنگینی بر سقف بود و سندلی های لب دوز در اطراف. نصحت پشت پیانو نشسته بود و در کنارش جای همیشگی مادرم آن دیو نشسته بود با آن سبیل قیتانی و قد بلند چکمه های در گوشه پنهان شدم پشت بخاری چدنی سیاهی کلولش مانند خورتوم بچه فیل های سلطنتی توی دیوار فرو رفته بود بیهوده نبوده که عرق کرده بودم از بخاری حرارت بیرون میزد حرارتی سوزاننده صدای فریاد خفه نصحت چندان تکانم داد که صورتم به جداره سرخ بخاری چسبید و در این حال او را دیدم که روی دستهای حیوان مثل آن ماهی که پارسال از تنگ آب بیرون افتاده بود تن می جنباند. مثل آن شب خودم و صدای خنده های ریز مردی با سیبیل قیتانیش که تفنگ را از دست نصحت گرفته و اتاقی که تخت خوابی چوبی و بزرگ در وسط آن بود مثل تخت شابابا اما بزرگتر دو فرشته برهنه در گوشه های تخت کوزه ای را بالای سر گرفته بودند که سقف تخت خواب بر آن ایستاده بود و خواب دیدم که نصحت روی تخت رها شده و موهایش مثل ریسه های مواج طلا روی پوست پلنگی که تخت را پوشانده بود موج میزد تنم از حرم آتش بخاری گرم و گونهام سوخته تا به تماشا نداشتم به دیوار اتاق سرهای خشک بزهای کوهی و ردیف تفنگها صورت که گرداندم بر بالای تخت شمدانی بلند و یک اسلحه کمری با دسته صدفی سفید از گوشه اتاق پرواز کردم به سوی شمدان که تنها نوری بود که در اتاق پخش میشد پردههای سنگین راه را بر خورشید روز بسته بود وقتی رفتم تا اسلحه کمری را از جلدش بیرون آورم همانطور که روزی در ییلاق شابابا دیو را دیده بودم که سنگی را نشان میرفت حالا من نشانه گرفته بودم او را که روی پوست پلنگ افتاده بود و نصحت پیدا نبود. انگار پلنگ جان گرفته بود و نصحت را بلعیده بود و از او فقط قطراتی خون بر مانده بود. با نفس به شماره افتاده و تن بیتاب خیس عرق از خواب جستم. در اتاق دخترها خفته بودند آرام و بیخیال و شمعی در شمدان نفس نفس میزد در پرتو نورش کاسه آب را پیدا کردم جرعهای فرو دادم و کمی در کف دستم ریختم و به صورتم زدم و گذاشتم قطره های آب از پوست گردنم فرو ریزد. اشکهایم را به آن آب شستم. کابوسی دردناک که از میان سوال هایم برآمده بود. با خود گفتم دیگر کسی نیست که بتوانم با او خواب هایم را معنا کنم. مادر من را تنها خواسته است. دوباره که به خواب میرفتم ناسزایش گفتم با او حرف زدم بیا همین امروز صبح بیا بنشین در آن نیمکت کنار استخر باغ مرا هم بنشان در کنارت دستهایم را بگیر تا برایت بگویم که آنچه را خواستی از من پنهان کنی این واقعیت تلخ و اوریان را در خواب دیدم میدانم که تو مرا از کدام کابوس بیرون کشیدی اما تو حق نداشتی که مرا تنها رها کنی سر راه هم بگذاری صبح از سنگینی عذاب نفرینی که شب هنگام نصار مادر کرده بودم تنم کرخ شده بود وقتی یکی پرده ها را کنار زد و صدایمان کرد خسته تر از زمانی بودم که به رخت خواب رفتم در حیات تجیری کشیده بودم. آن سوی آن پرده زخیم هیاهوه و آمد و رفت ها بود و در این سو زنها آماده نماز می شدند و حاضر به حرکت و این صحنه ای بود که در هر منزل تکرار شد با جوشانده به خواب می رفتیم و با فریادهای روز بیدار می شدیم و به نماز می ایستادیم و بعد به راه می افتادیم ده تایی کالسکه بود و در دو طرف ما سربازان روسی و انگلیسی می تاختن. منزل به منزل از شهر چنارها و توت و گردو دور می شدم در راه هر جا بیتوته کردیم برگهای شاداب جوانه ها که گاه بارانی هم آنها را میشست همراهمان بود من از بهار بیرون میشدم و از کسی دور میشدم که بهارم بود مادرم از میان کوههای پربرف گذر می کردیم به هر جا رسیدیم در خانه بزرگ و قدیمی در میان یک باغ پیاده می شدیم. پاهایمان از نشستن در کالسکه کرخت بود. بچه ها به شوق دویدن و بازی زودتر از دیگران پیاده می شدن. ما سه چهار دختر بودیم آنها شاد بودن و فقط گاهی ادای بزرگترها را در می آوردن و خود را غمزده و دلگیر نشان می دادن. خیلی زود دانستم که هیچ کدام چیزی از ماجرایی که باعث شد تا از کاخ جدا شوند نمی دانند. من هم اگر نصحت نبود لابود مانند آنها بودم و فکر و اختیاری از خود نداشتم اما چنین نبود می دانستم دارم تنها می شوم و به زودی در تمام جهان کسی با من نخواهد بود می دانستم چرا دارم میروم و چه کس مسبب آن است آنها موجبی برای نفرت نداشتم و من داشتم در راه بودیم که صاحب کتابچهی شدم و شروع کردم در آن نوشتم. نامه هایی خطاب به مادرم با او هر روز حرف زدم و این حرف زدن راحتم می کرد. هر شب و روز او را میگذاشتم در شاهنشین خانهمان روی مخده قلیانی به دستش میدادم و مرواریت را هم مینشاندم کنارش همینطور عزت الملوک را و شروع می کردم با او در دلم حرف زدن و می نوشتم. در یکی از شهرهای بین راه باران یک ریز ما را به داخل خانه برد که خزه، جوها و پله هایش را سبز و لیز کرده بود. چتری بر بالای سر ملکه و شاه بخت برگشته گشوده بودند. آنها به داخل رفتند و ما بچه ها به دنبالشان. به همین زودی من انگار عضوی از خانواده بودم. در اتاقی مثل همیشه جدا از بزرگترها جمع بودیم. بخاری هیزومی داشت چادرهایمان را خوش میکرد که عبدالله خان خاجه وارد شد. همان صدای ریز زنانه خبر داد که ملکه خانوم را خواستند. چادر خیس را بر سر کشیدم و در اتاق دیگر رفتم به دستبوس ملکه که محکم نشسته بود روی یک صندلی بسته در دستش بود و از آن میان پاکت نامه ای را بیرون کشید و به دستم داد. خوب میدانستم از کیست. از تنها کسی که داشتم جز مادر چه کسی میتوانست توانست نامه ای برایم نوشته باشد؟ جز او چه کسی میتوانست در فکر من باشد؟ بر روی پاکت اسم و نشانه پدرم با جوهر طلایی چاپ شده بود که روی آن چند در زده بودند و مادر با خط واضح اما بچگانش روی پاکت نوشته بود با اجازه سرکار اللیه الیه عالیه ملکه برای نور دیده ام خانم نامه را به اتاق بردم دلم نمی آمد پاکت آن را پاره کنم کارد میوه خوری روی میز به دادم رسید نامه بوی آشنای خودش را داشت. وقتی از میان پاکت بیرون آمد، انگار که چیزی در آن بود که رها شد و عطر آن همه وجودم را انباشت. بی آنکه نگاهی آزارم دهد، نامه را بوسیدم و بر چشمانم گذاشتم و همچنان نخوانده گذاشتمش روی سینه‌ام. روی قلبم و با دو دست آنقدر فشارش دادم که پوست سینم به درد آمد. انگار چیزی از مادر در آن بود. تا آن زمان نامه ای از مادر نخوانده بودم. نوشته بود خانومی عزیز دلبندم بدون وجود نازنینت زندگی برایمان جهنم است اما در عین حال شادمانم از اینکه میروی دیگر به پشت سرت نگاه نکن مازی جز درد و رنج نیست اما فردای تو روشن و زیباست هیچ فرصتی را برای زندگی کردن از دست نده سرکار الیه ملکه را برای خودت مادری بدان ایشان از تو محافظت خواهد کرد و هرچه ایشان ام فرمودن اطاعت کن ولی در عین حال بدان که اولیا حضرت ملکه خیلی مصیبت دیدن و نباید توقع داشت که در همه حال مراقب تو باشند. مراقب اصلی خداست و میدانم همونطور که تا به حال از تو محافظت کرده باز هم با تو خواهد بود. ایشان هر وقت صلاح بدانند همه چیز را برایت خواهند گفت. اما تو سوالی نکن. و کاری کن که از وجودت قباری در دل سرکار علیه ننشینم. دو سه خطی برایم بنویس تا بدانم که حالت خوب است و چه روزی از این جهنم ناام که در آن جان آدمها پشیز نمیارزد بیرون میروید در اینجا همه بیپناهند علل خصوص کسی که مانند من و تو از اوناس باشد طبقه نصفان در اینجا محکوم به زجر و دردند خانوم دختر عزیزم ما را از یاد ببر و از خداوند بعد از هر نماز بخواه که تو را فراموش نکند خدمت سرکار علیه، اموزاده محترم ملکه عرض دستبوس مرا برسان روی چون ماهت را می بوسم. مادر به فدای تو. انقلابی که اولین نامه مادر در وجودم ریخ چنان نبود که بتوانم پنهانش کنم. سرم را گذاشته بودم لای بالش و زار می زدم. آنقدر زدم که دستی بر پشتم خورد. ملکه بود. فهمیدم خدیجه دخترش رفته و او را خبر کرده. شرمنده از اینکه اولین توصیه مادر را از یاد برده و او را با آن همه گرفتاری به اتاقم کشانده بودم. بلند شدم و با گوشه چارقد اشکهایم را پاک کردم و با لبخندی زورکی سلام کردم و دستپاچه گفتم مادر عرض دست دستپوس کرده است ملکه با لبخندی مرا نشاند و کنارم نشست و در حالی که دستهایم را در دستهایش گرفته بود گفت بگذار به امید خدا از مرز برویم آنقدر حرفها دارم برای شما دخترها بگویم خیلی کار داریم چند جمله دیگر هم گفت و وقت بلند شدن در چشم من و دخترش خدیجه خیره شد و گفت میخواهم به شما دوتا مأموریتی بدهم حاضرید من و خدیجه دختر ملکه که ایستاده بودیم در یک آن آمادگی خود را در چشم هم اعلام کردیم و ندانستیم این حیله ای است که ملکه همیشه به کار میاندازد و ما در سالهای بعد بارها باید در این دام بیفتیم او کسی نبود که وقت تلف کند هزار کار بلد بود که میتوانست آدم را از کابوس و بدخیالی نجات دهد آن روز هم برایمان گفت که محمود خان قلعه که حساب و کتاب حرم را نگه می داشت همین امروز خبر داده که نمی تواند با ما بیاید. ملکه از ما خواست که نقش او را بازی کنیم. یعنی بشویم صاحب جمع و مواظب مخارج اردو. اردویی که اول کار دیویس نفر هم بیشتر بود. وقتی به مرز روسیه رسید آب رفت و در باکو شدیم 25 نفر. ترس از کاری که ملکه به ما می در لحظاتی همه چیز را از یادم برد. خدیجه گفت ما که بلد نیستیم و ملکه جواب داد با سواد که هستید دو روز هم فرصت دارید که از محمود خان قلعه یاد بگیرید دفتر و دستک را تحویل بگیرید از این پس صندوقدار فقط با مهر شما دوتا چنین بود که من و خدیجه در آن بعد از دور بهاری به کاری گمارده شدیم که باید ما را چنان مشغول می کرد که از فکر و خیال باز بمانیم ملکه این را گفت و رفت و ساعتی بعد ما رفتیم و نشستیم جلوی محمود خان قلعه. که دفتر حساب و سیاق را گشود و بسم الله آن شب وقتی شام خوردیم و نشستیم پای نقل و قصه دایه خدیجه مثل هر شب که قصه گیسو گلابتون و دختر شاه پریان برای ما میگفت رفتم گوشه و شروع کردم به نوشتم برای مادر نوشتم که با همه وجود تلاش میکنم که به عوامر او عمل کنم و همان خانومی بشوم که او میخواهد از محبت ملکه و همدلی خدیجه نوشتم و هیچ ننوشتم که همه اینها جای خالی او را پر نمی کنن. این اولین نامه ای نبود که برایش می نوشتم ولی اولین نامه ای بود که می دانستم به دستش خواهد رسید. پس وقتی که شام خوردیم و محمود خان صاحب جمع رفت کاغذ را برداشتم نامه را تمام کردم. احساس می کردم که حق ندارم او را که تنها مانده است با شرح درد خود آزار دهم. برعکس در وظیفه خود می دیدم که شادمانش کنم و از نگرانیش بکاهم. مادر در زیر سایه سرکار علیه با بودن خدیجه خانم راحتم و اطمینان دارم به حول و قوه الهی همان که فرموده بودید فردا دخل به مازی نخواهد داشت آرزو دارم که بتوانم در حضور آن مادر گرامی ذره ای از احساس قدانی خود را با بوسه زدن بر دستهایتان معروض دارم آیا مادر از پشت این کلمات بیروح توانست حالم را دریابد و متوجه شود که حاضر بودم در همان اتاق پشت آبنبار پنهان شوم ولی در نزدیکیش باشم و فقط او را در خواب نبینم آیا دریافت که چقدر به او محتاجم به گفته محمود خان قلعه باید یک شنبه روزی در میان آن باران یک ریز و مدام که شبها تا صبح بر بامهای سفالی میریخ سوار بر کشتی شدیم و میرفتیم هایمان مهر شده و آماده بود قراول های روسی و انگلیسی مرخص شده بودند و با عده که محمود خان هم بینشان بود به تهران برمیگشتند و این قافله ای که نه فقط مردم دوستشان نداشتند بلکه مدام فحش و لعنتش میکردند باید فردا میرفت تا برای همیشه وطن را ترک گوید بارها بسته بود شب آخر باز نیمه های شب صدای تفنگ آرامش ما را در هم ریخت میدانستیم در طول راه بارها مشروطه خواهان قصد کرده بودند تا شاه مخلوع را بکشند می گفتم باید انتقام همه آنهایی را که به دستور او در باقشا به دار کشیده شدن و یا در جنگ با قوای دولتی کشته و بیخانمان شدن از او گرفته شود. و آن شاه که تا همین چند ماه پیش چنان مغرور و مقتدر بود و در اتاقهای در بسته هم کسی جرأت نمیکرد بد او بگویند حالا موجودی نحیف و ترسیده بود که چند بار دیدم به هر صدایی وحشت میکرد و جز با اصرار ملکه میلی به خوردن غذا نداشت و گاهی بغز می کرد. شبی در قزوین با بلند شدن صدای تیر در موستانی که در وسط آن منزل کرده بودیم از خواب پریدیم. ملکه مثل همیشه یکی را فرستاد خبر بگیرند. هنوز خبر نرسیده شاه را دیدم که عبایی بر سر کشیده و شب کلاهی بر سر داشت و آمده بود تا در این ساختمان میان زنها و بچه ها پنهان شود. صبح تازه آفتاب طلو کرده بود که با عجله راه افتادیم قراولها آماده تر از همیشه دو طرف ردیف کالسکه ها اسب میراندند خبر رسید که آن شب یک گروه از مجاهدین خواسته بودند کار شاه را بسازند شبنامه ای هم در راه پشت تجیر به وسط جمع زنان انداخته بودند که از همین خبر میداد یک بار دیگر هم در گردنه های برفخیز کنار رودی خروشان بیتوته کرده بودیم در عمارتی که کنارش یک درخت پیر بود باد می آمد و دخیل های رنگ به رنگی که به درخت بسته شده بود تکان می خورد. باور نکردنی بود. من کنار امامزاده صالح را دیده و بارها با مادرم شبهای جمعه در آنجا شم این کرده و یا دخیل بسته بودیم. اما حالا در کنار این درخت ما بچه ها فضایی یافتیم تا خستگی ساعت ها نشستن در کالسکه را با جست و خیز بدر کنیم. پسرها می رفتن تا از درخت بالا روند و در همان حال چند زن از اهل اردو نشسته بودن کنار مردی که زیارت نامه می میخوان و باد صدایش را لای شاخه های پربرگ آن چنار کهن می گردان. دلم می بروم و کنار زنها بنشینم. حالی داشتم که به زبان آمدنی نبود. اما طوفان لحظه به لحظه بالا می و رد و برخ هم بران افسوده شده بود. بزرگترها وحشت زده در امارت پناه گرفته بودند و ما که خیس از باران شده بودیم زیر محتابی غرق تماشای درختها بودیم طوفان گاهی دخیل ها را می و در فضا رها می کرد. دایه خدیجه پارچه ای آورد و از ما خواست تا آرزویی کنیم و چشم را ببندیم و در همان حال گوشه ای از آن پارچه را گره بزنیم. به سفارش او بعد از هر گره آیت الکرسی می و دایه خدیجه به یک زر پارچه را می و گره هر کس را به خودش می دار. منتظر ماندیم تا طوفان فرو که دخیل خود را ببریم و به شاخهای ببندیم. اما انگار طوفان خیال ایستادن نداشت. نهار خوردیم بر سفره گسترده بر زمین بزرگترها نبودند اما یکی به ما اضافه شده بود و او اعتزاد نظام پسر بزرگ شاه از زنی دیگر به جز ملک جهان بود او در همه طول راه لباس نظامی را از تنش دور نمی کرد و به سایه پدر می رفت گویی با دیگران غریبه بود یا از دیگران می ترسید فقط وقتی گفتگوهای محرمانه سیاسی در بین بود پیغامی از سفیر انگلیس می رسید یا نامه ای از رئیس الوزرا یا نایب و سلطنه از اتاق شاه بیرون می آمد. آن غروب هم انگار همین اتفاق افتاده بود که آمد پیش ما و چون دید که هر کدام دخیلی داریم و ترس از طوفان نمیگذارد به چنار نزدیک شویم به فکر قدرت نمایی افتاد لحظه بعد آن پسر به جلو و ما چهار پنج تا کوچکتر به دنبالش زیر بارانی که گویی از ناودان آسمان میریخت به چنار نزدیک شدیم کوچه باقی را باید طی کردیم و از یک سرازیری پایین می رفتیم. کنار نهری پر از نعنا. صدای گلوله اول در نظر همه ما رعد آمد. فقط وقتی اعتزاد نظام اسلحه کمری خود را بیرون کشید و وقتی دیدیم که با آن لباس نظامی فرنگی دوز روی زمین خیس و گل دراز کشیده فهمیدیم حادثه ای رخ داده. ولی نمیدانستیم چه باید کرد. در پشت چینه ای به هم چسبیده بودیم و هیچ کدام توان جنبیدن نداشتیم. حرکتی نمی کردیم. یعنی فلج بودیم. چنان که با دیدن آن چهار مرد نیز صدایی از ما برنخواست. چهار مرد با تفنگی در دست، ساق های محکم و گالش سیاه حیبتی ترساننده داشتند. کلاهای سیاه بر هیبت آنها می افزود. بالای سر اعتزاد نظام ایستاده بودند و توفنگ هایشان به روی او دراز بود. ما با چشمانی از هدقه به درآمده بیشتر به هم چسبیدیم. زمان متوقف شده بود. دخیل ها در دستان ما خیس زیر لب دعا می خاندیم. صدای دایه خدیجه سکوت را شکست که رو به توفنگچی ها از آنها می خواست رحم کنند. آنها را قسم می داد به جوانی علی اصغر. یکی از توفنگچی ها جلو آمد و ما را که به هم چسبیده بودیم برانداز کرد. از جلو که او را دیدیم چندان ترساننده نبود. انگار مطمئن شدیم او کسی را نمی کشد. همین هم شد که هر چهار نفر با هم تیری به هوا شلیک کردند. و به سرعت در پشت درختها و دیوارهای گلی کوتاه ناپدید شدند هنوز اعتضاد نظام را از جا بلند نکرده بودیم که کلونل انگلیسی آمد و چند دقیقه بعد پیرمردی آمد که به او ینرال میگفتند ینرال روسی بود و فرمانده قراولانی که سفارت برای محافظت از شاه مخلوق گذاشته بود آنها اصرار داشتند که ما به امارت برگردیم ولی دایه خدیجه معتقد بود که نمیتوان دخیل را رها کرد گناه دارد و خوش نیست. پایان کتاب خانم صفحه 166 قافله سرد و سنگین میرفت و در هر منزل پیدا بود که نفرت مردم ما را تعقیب میکنند گاهی آدمها پشت به ما میکردند و گاه از وسط جنگل سنگی به سوی ما پرتاب میشد و به دنبالش فریاد و نهیب نگهبانان در هر جا منزل می کردیم شب صدای گلوله بلند بود صدایی که در پایتخت و در آن چند ماه بدان عادت کرده بودیم گرچه گاهی از خوابمان میپراند هرچه جلوتر می رفتیم بیشتر به هم پیوسته می شدیم و از دیگران جدا. قراولان انگلیسی و روسی هم همیشه حاضر بودند و همه را می پاییدن. هر کس بیتابی می کرد یکی پیدا می شد و می گفت به همین زودی به مرز می رسیم و وقتی سوار کشتی شدیم همه چیز تمام می شود و می رویم به سرزمین شادی ها. سرزمین شادی ها مدام در گفتگوی اهل اردو زیباتر و روشنتر می شد. و شادی رسیدن به آنجا در دل همه بود. جز من. من که آرزو داشتم هرچه دیرتر به دریا برسیم باور بود که وقتی به آنجا رسیدیم دیگر برگشتنم محال خواهد بود اما دعاهای من در مقابل نظر و نیاز اهل اردو اثری نداشت و زودتر از آن که فکر میکردم به بندر رسیدیم چند ساعتی در یک خانه قدیمی ماندیم هوا ابری و دل گرفته بود که آمدند و خبر دادند که به کشتی برویم رفتیم و شب را در آنجا ماندیم در راه آهسته آهسته با خدیجه همدل شده بودم گرچه هیچکس برایم جای خالی نسحت را پر نمیکرد دخترکی سبزه بود با موهای پرپشت مشکی که از این جهت هیچ شباهتی به نسحت من نداشت که با آن آبشار تلا و پوست سفیدش به همان شکلی بود که دختر شاه پریان را توصیف میکرد. فرانسه میدانست ولی نه آنطور که نصحت. می میگفت پیانو هم میزند ولی حتم داشتم که ساز نزحت نمیشد اما همانقدر مهربان بود در کشتی حال هر دومان به هم خورده بود خوابیده بودیم رنگ پریده در تخت و دایه خد که مدام با خواندن دعا های خود را پنهان می کرد به ما می رسید و دورمان می چرخید. پیدا بود که مادرم مرا به او هم سپرده است. مگر نه اینکه وقتی نگران و ناراحت بودم می آمد و می نشست و سرم را در بغل می گرفت و آنقدر مسخرگی می کرد تا به خنده هم می انداخت. اولی شبی که در کشتی ماندیم بیخواب شده بودم. بلند شدم. فانوس را کمی بالا کشیدم. دفتر چم را آوردم و شروع کردم در آن نوشتم. خطاب به او. به مادر که نمیدانستم کجاست و چه می کند. برایش نوشتم این چیست؟ این کاغذ چهارتا که روی آن خطهای کج و راست کشیدن. این چیست مادر که گذاشته ای در کیسه مخملی که خودت همیشه به گردن داشتی؟ کدام دعایی مرا که مثل کاهی بی اراده افتادم در میان امواج هولناک حفظ می کند مادر؟ ولی چون تو خواسته ای و تو گفته ای که آن را همیشه با خودم داشته باشم نگاهش میدارم. تا زنده ام از خودم دورش نمیکنم. هر وقت که تنها می شوم این کیسه مخمل را باز می کنم. انگشترت را می بوسم و بر دیده می گذارم. چشمانم را می بندم. شاید آن قصه راست باشد و قول آزاد شود. دست به سینه از من فرمان بخواهد و من از او تو را بخواهم. چقدر برایت نامه بنویسم. در این یک هفته ای که از تو دور شدم، هر روز کاغذی برایت نوشتم. همه را دادم به چاپار، گفتن که به دستت میرسانند. اما چه نوشته بودم؟ جز مادر بزرگوارم را دست بوسم. و اگر از حال کنیز خود پرسیده باشید ملالی نیست جز دوری از آن مادر عزیز اما اینها هیچ کدام حرفی نیست که به تو می گفتم دروغ است که ملالی ندارم دارم هر منزلی که می رویم در این قافله آشفته و نگران که همه می خود را زودتر به کشتی برسانند و از بلاها دور شوند من احساس می کنم هر قدمی که از تو دور می یک قدم رو به نیستی می رویم. در قذوین که نامت رسید تا آن را باز کردم و خطت را دیدم قلبم تیر کشید فکری شیطانی در سرم افتاد خواستم از قافله فرار کنم رفتم به باغی که پر از درختان انگور بود گوشه سایبانی کس کردم میخواستم از این قافله فرار کنم و خودم را به تو برسانم دلم میخواست بروم بر سر گور نصحت مگر نمیتوانستی مرا در همان نزدیک خودت پنهان کنی در همان دالان تاریک که از پشت اتاق به خندق میرفت من آن تاریکی را که نزدیک تو باشد بیشتر میخواستم چرا نگذاشتی در همان اتاق خال خانوم بمانم هفته یک بار هم که شبانه بیایی و ببینمت مرا کافی است وقتی فکر فرار در سرم افتاد آرام آرام از وسط موستان رفتم تا نزدیک دیوار باغ نشستم گوشه و نامت را بیرون کشیدم نوشته بودی خانومی دختر عزیزم و صدایت در گوشم پیچید انگار فکرم را خوانده بودی که نوشتی تو می روی فرنگ من هم به همین زودی به دیدارت میآیم میدانم که دیگر تو را نمی بینم. میدانم باید با خیالت بسازم. اگر راحتی و آرامش تو در دوری من است تسلیمم. این را در دلم خطاب به تو گفتم و برگشتم از با. صورتم را با آب حوز شستم و در میان گفتگوی بچه ها و دایه ها و غم و غصه هایشان خودم را رها کردم. با خود قرار گذاشتم هر وقت دوری از تو بیقرارم کرد در صفحات این دفتر با تو درد دل کنم. بنویسم هر چرا که میخواهم به تو بگویم. همین امروز صبح هم باز نامه ای برایت نوشتم. با همون عبارت ها و جمله های ساختگی. و حالا آمده این به این کشتی بزرگ. دریا با شکوه هست. این را در کتاب ها خانده بودم. حالا مثل سنباد، مثل مارکوپولو، جهاندیده ونیزی که قصه اش را نوست برای ما خان، نشستم در اتاق یک کشتی که قرار است تا فردا شاه برسد. راه بیفتد و برود پایم را که از خشکی برداشتم و گذاشتم در کرجی انگار رشته ای در وجودم پاره شد مثل اینکه تا روی آن خاک بودم خاک وطنمان به تو متصل بودم اما وقتی آن کرجی از ساحل انزلی دور شد آن بند هم گسست چه خوب که باران می آمد و اشکایم را می و رازم بر ملا نمی شد. روزی که این نامه را در کتاب چم نوشتم یک هفته از آن روز گذشته بود که کالسکه پدرم را دیدم که هیدربیک بالای آن نشسته بود مطمئن بودم مادرم هم در آن نشسته و رفتنم را تماشا می در آن یک هفته بر این دختر کوچک چه گذشت؟ جهنمی بود که گفتنی نیست. اما ناله هایم در میان شیون آن قافله صد نفری گم می همه ترسان بودن و بهانه کسی یا چیزی را می گرفتن. شاهزادگان قصرها و کنیزها را از دست داده بودند. دیگران وحشت زده از آینده خود از ناپیدا بودن مقصد و خطر راه وحشت داشتند مردم ایران به پا خواسته بودند و این قافله از چشم آنها قافله شاهی خونخوار و مستبد بود که برای حفظ قدرت همه را به خاک و خون کشید و حالا به زاری و خفت از وطن را میشد. اما در داخل این قافله نفرین زده و بدنام زنها و مردهایی بودند که سرنوشت داشت به اجبار آنها را از خانه هایشان دور میکرد هر کدامشان دردی داشتند که با درد دیگری تفاوت داشت در هر منزل ما را در خانه جا دادن دور از رفت و آمدها و چشمها سربازان هندی که سفارت برای محافظت اعلی حضرت گمارده بود فورا اطراف آن منزل را محاصره می کردن. بقیه اهل قافله پراکنده می شدن در خانه ها و باخ دیگر. گاهی چادر می زدن در با. در هر جا هنوز ساعتی از رسیدن ما نگذشته هیاهو بود. کسانی می آمدن یکی از اهل اردو را می خواستن. گاه دوست بودند و پیغام آشنا آورده بودند. بعضی معامله گر بودند می آمدن تا با اهالی اردو خرید و فروش کنند گاهی هم طلبکاران وحشت و مستحصل خود را میرساندند. و با فریاد نقدینگی یا سندی میخواستند و هیاهویی هر صبح آغاز میشد که تمامی نداشت و در هر منزل چند نفری از قافله کم میشدند و در منزل دیگر کسانی دیگر میآمدند و جای آنها را میگرفتند هیچ کس حال مرا نمیفهمید و درد مرا نمیدانست شاهزاده ها هم که همسن و سال من بودند در هوای سفر فرنگ میسوختند و گاهی که هیاهو بالا میگرفت گرفت می ترسیدن. خیلی زود فهمیدم وقتی مادر مرا رها کرده است هیچ کس در جهان با من نیست تنها مونس من کاغذ هایی بود که صفحه به صفحه سیاه می شود. شب بهترین لحظه ها بود. میشد در سیاهی و سکوت آن غرق شد. گاهی میتوان انگشتر مادر را در انگشت کرد و آن کیسه مخملی را در دست فشرد و خیال را در آرزوی آن قول که مرا در دست های خود بگیرد و به خانه برساند به پرواز آورد. گاهی چنان در این خیال غرق می شدم که خود را بر بام امارت کلافرنگی می دیدم. که پدر روی آن تخت چوبی اتاقش دراز کشیده بود و هر شب در خواب مادر را می دیدم و گاه نسحت را که سرش را گذاشته بود بر زانوان مادر و گیسوان طلاییش پهن شده بود روی پاهای او اما با صبح میشد کاش من هم مثل نصحت بیدار نمی شدم. اما به خود می خانوم یادت باشد که مادر خود را به دردسر انداخت تا تو از تهران دور شوی راستی چرا مادر چنین حراسان بود وقتی مرا به سفارت برد و به ملکه سپرد تا با خود به این سفر دور ببرد در طول راه هر روز بارها این را از خود پرسیدم انتظار ما در کشتی طول کشید شاهزاده‌ها ها نگران شده بودند و بهانه می گرفتن. ما بچه ها بی بودیم و با حال به هم خوردگی و دریازدگی بی حوصله و بیخبر خبر وقت را می پسرها پسرها آزادتر بودند. به هر وسیله برای خود اسباب سرگرمی فراهم می آن روز هم از پنجره می دیدم که پسرها می روند در عرشه کشتی. و حتی یکی از آنها با تفنگ دارد مرغابی شکار می کنند. ولی به ما گفته بودند از اتاق ما خارج نشویم. هوا بد بود و کشتی به راه نمی افتاد. شب شد. من و خدیجه در یک تخت همدیگر را بغل کرده بودیم و سعی می‌کردیم با خیال پردازی سر خودمان را گرم کنیم خوابش که برد با خود گفتم او دختر شاه است و همراه با پدر مادرش مجبور به این سفر شده من چرا با این قافله که سرنوشت خود را نمیدانست همراه شده بودم بارها از خود پرسیدم آیا مادر درست میگوید تنها راه برای من همین است در هوای شرجی و خفه کننده مدام با باد بزن خود را باد می زدیم و در گوش هم قصه می گفتیم. دایه خدیجه زن پیر و مهربانی که همه کارهای ما را میکرد مدام با لبخندی می آمد و قصه ای ساز می کرد. من اون را دایه خانم صدا می کردم. ولی برای دیگران دایه خج بود. نامی که اعتزاد نظام پسر بزرگ شاه به او داده بود. او به همه نامی میداد که به معنا و با مصما بود. مرا یاد دایه خودم میانداخت که نمیدانستم کجاست ولی میدانستم که دارد گریه می کند. یعنی صدایش را می شنیدم. به مادرم سفارش کردم مواظب او باشد و مادر هم گفت آره آره یعنی چی آره آره پیش از آن که ملکه مرا به اتاق خودش فرا بخواند دایه خانومم در گوشم خوانده بود که ممکن است همینجا از قافله جدا شوم نه که نگران نشدم و نپرسیدم چرا بلکه در دل خوشحال هم شدم اما با سخن ملکه پرده کمی بالا رفت. وارد اتاق بزرگ کشتی که شدم دانستم که این کشتی مثل قصر است. یک قصر کوچک و لغزنده روی آب. اتاق بزرگی که چند پنجرش به دریا باز می شد و از پشت شیشه بستهش هم صدای آب به درون می آمد. ملکه روی تخت مجللی خوابیده بود. مثل همیشه نگذاشت دستش را ببوزم حال درستی نداشت. رنگ پریده بود و دریا گرفته. به اشاره او لبه تخت نشستم. دلم شور میزد مستخدمه ای که همیشه با او بود به اشاره ملکه از اتاق بیرون رفت فضا سنگین شد دریافتم که حرفها دارد تا با من بگوید ولی نه حالش اجازه میداد نه دلشوره های زندگیش و نه من را قابل میدید که همه حرفهایش را بگوید پس بی مقدمه رفت سر موضوع بریده بریده برایم گفت معطلی یک روز اخیر برای آن است که پدرم فهمیده که من در این قافلم و خود را به انزلی رسانده اول رفته به حضور اعلی حضرت و از ایشان خواسته تا مرا تحویلش دهند وقتی ملک این خبر را میداد آن نفرت را که از پدر داشتم وجودم را فرا گرفت از تصور اینکه او ممکن است مرا ببرد بر خود لرزیدم جسارت کردم و پرسیدم آیا مادرم هم آمده است ملکه سری به حسرت تکان داد و فقط گفت کاش می توانست بیاید بعد از لحظه سکوت محکم نشست و به من گفت که مرا رها نخواهد کرد و همانطور که به مادر قولاده هر جا برود مرا خواهد برد و از من محافظت خواهد کرد در حرفهایش می گفت مادر بیچاره و در مقابل با نفرتی که از او بعید می نمود پدرم را آن مردک صدا می کرد. من چه می توانستم بگویم؟ سرم را پایین انداخته بودم و فقط گوش می کردم. ملکه به من خبر داد که پدرم به سفیر روز هم متوسل شده. ولی جواب رد شنیده. بعد گفت که از این لحظه همه جا مرا دختر خود خواهد خواند و تذکره هم, هم به همین نام صادر خواهد شد. تو دختر خودم می شوی. و لازم نیست کسی تو را بشناسد. زیر لب فقط گفتم هر طور صلاح نپرسیدم مادرم چه میگوید چون میدانستم و باز ملکه از مادر بیچارم گفت و اینکه تمام آرزوی او همین است که من از ایران دور شوم ملکه بیحال بود و نای حرف زدن نداشت پس وقتی چشمهایش را بر هم گذاشت رفتم و دستهای سفید و نرمش را بوسیدم و گفتم من همه عمر به شما مدیونم لبخندی زد و دستی به موهایم کشید وقتی کشتی از ساحل دور شد و صدای توپ بلند شد من دختر ملکه و شاه بخت برگشته ای شده بودم که از حالا به بعد یک فراری بودم وقتی سوت کشتی به صدا درآمد و ساحل از ما دور شد مسافران از اینکه توانسته بودند زنده و سالم کشور را ترک گویند و سوار بر کشتی امپراتور روس دریا را به فریاد شادی کشیدم. پس از دو روز زندگی روی آب آهسته به رنج دریا خو کردیم رنگ و روی پریدم به حال خود برمیگشت در اول نامه ای که در کشتی برای مادر نوشتم همه چیز را برایش شرح دادم همه آنچه را از دایه شنیده بودم شوهر دایه برایش نقل کرده بود که پدرم روی پای اعلی حضرت افتاده به او گفت که دخترش گم شده و از یکی شنیده که وی را در جمع همراهان اعلی حضرت پنهان کردند ولی شاه با اخ به او گفته بود میخواهی بروی و حرم ما را جستجو کنی اصرارهای پدرم به بقیه شاهزاده ها و درباریان هم بیفایده مانده بود اما این حادثه برای قافله ای که میترسید و میخواست هر چه زودتر از کشور آشوب زده بیرون برود باعث نگرانی بود می گفتم وزیر دربار گفته اگر پدرم به سفیر روس ملتجی شود برای اعلی حضرت موزل درست می شود وقتی اینها را برای مادر می نوشتم سوالی هم برایم پیش آمده بود از خود می پرسیدم پدر چرا دنبال من آمده آن حیوان که زندگی ما را پریشان کرد چون حواس کرده بود نسحت کوچولوی من را بگیرد مرا چرا می خواست قلم را زمین گذاشتم و به مادرم فکر کردم که زیر دست و پای او افتاده بود کتک می خورد و ناسزا میشنید ولی حاضر نبود که نصحت را زیر دست آن حیوان بیاندازد آیا ملکه این را میدانست که گفت آن مردک آیا ملکه از حادثه ای که آن روز در خانه من رخ داد خبر داشت آیا مادرم برای راضی کردن ملکه به بردن من به او گفته بود که نصحت چطور خودش را کشت گفته بود که چه بلایی بر سر نصحت آمد اما حالا که نصحت زیر سنگ کوچکی خوابیده همه جا گفتهام به سرش زد و خودش را با تفنگ کشت حالا دیگر چرا مادر این همه وحشت داشت چرا مادر مرا پنهان میکرد چرا مرا رها کرد تا با نامی دیگر به سوی سرنوشتی دیگر بروم چرا کسی نیست که جوابم را بدهد آیا خواهم توانست ماجرای نوست را همه عمر از همه پنهان کنم از پنجره کشتی خیره شده بودم به آبی که در دو طرف کشتی موج میخورد و کف میکرد و داشتم به آینده هم فکر میکردم در میان آن امواج چهره نسحت را دیدم انگار از کف چاه راه پیدا کرده بود و آمده بود به دریا آمده بود تا وقت رفتن مرا ببیند که داشتم همان کاری را میکردم که او خواست داشتم دور میشدم میرفتم نسحت به من گفت باید بروی و آدم شوی آدم یک حیوان اسیر باید جای من هم زندگی کنی کشتی میرفت و من از وطنم از مادرم و از آن حیوان دور می شدم. انگار نگاه نصحت و مادر با من نیامد. پس باید محکم می ماندم. در دلم گفتم نصحت قول می دهم. قول. تصویری که از شاه در خاطر داشتم مثل تصویر منحوس پدرم منتها منحوستر و بیرحمتر از گفته های نصحت و شبنامه هایی که خوانده بودم در یادم بود که همه آن کشته ها و ویرانی ها از اثر زورگویی این مرد بود که نمیخواست حق و ناس را ادا کند نمیخواست بفهمد که مردم آزادی و ادالت خانه می و میخواهند مثل ممالک راقیه مثل فرنگ باشند و نه در بند و به صورت حیوانی در قفس رفتار پدرم و شوهر خاله هایم را با نوکر و کلفت ها دیده بودم آنها مردم را آدم نمیدانستند و فکر میکردم مثل نسیر قلی تا صبح آب استخ را به هم بزنند که صدای قورباغه ها آنها را اذیت نکنند یا دست به سینه پشت کلاه فرنگی در میان برف بایستند و مواظب خان و رفقایش باشند که یا آس با میکردند یا از آن شیشه های گرد نوشیدنی میخوردند و فریاد خندهشان به آسمان ها میرفت وقتی فکر میکردم که باید همراه این قافله و در اردوی شاهی باشم که مردم آنقدر از او نفرت داشتند پدرم را بیشتر نفرین میکردم همه آن ناله و نفرین هایی که در آن چند ماه انقلاب از این و آن شنیده بودم چهره خانم سلطان که در فراغ ابراهیم زار میزد به سینهاش میکوفت نفرتم را از این شاه بیشتر میکرد مگر او عامل اصلی همه اینها نبود مگر او نبود که در تالار قصر وقتی که شاه شده بود بر سر 900، خواهر خودش خاله نازنین من چنان فریاد کشید مگر او نبود که میگفتند وقتی بمب به کالسکهاش انداختند موزر را از دست غذاقها گرفت تا خودش همه مردم را بکشد مردمی را که تقصیری نداشتند و برای تماشا جمع شده بودند مگر او نبود که رفت شاه و مجلس را به توپ بست و آن همه آدم را به دار کشید مگر او نبود که ناله های نصحت و مادرم را نشنید و نصحت را به پدرم فروخت چون که پدرم مثل خودش فکر می کرد. تا پیش از آن روز سفارت شاه در نظرم دیوی بود اما آن روز او را دیدم یعنی خود واقعی او را دیدم که دیگر در قصر و در حلقه نوکران و قضاخان نبود روی یک نیمکت کنار استخر سفارت نشسته بود و ملکه ایران نشسته بود روی زمین و دستهایش را در دست گرفته بود دیدم که شاه گریه می کرد و با التماس از ملکه که کاخ و زندگیش را ویران کرده بود حلالیت می خودم شنیدم که با التماس می گفت جان مرا ببخش حلالم کن. مرا گول زدن. دیدی چه به روزم آوردن؟ جان آرزوی مرگ دارم. آن روز چنان غرق در احوال خود و اثر خدافزی با مادر بودم چنان نگران زندگی و فردای خودم بودم که فکر نکردم چه صحنه عجیبی است در چارچوب آن اتاق امارت تابستانی ایلچی روس ایستاده بودم و این صحنه را میدیدم و چنان اثرگذار نبود که بعدها شد روزهای بعد چه آن دو روز که در سفارت بودیم و چه روزهایی که در راه بودیم گهگاه آن صحنه در نظرم می آمد و با خود می گفتم آدم ها چرا در حالتهای مختلف جورهای دیگری می شوند تا آن روز فکر می کردم آدم ها یا دیوان یا فرشته یا ظلم می کنن یا مظلومند یا متجاوزم مثل پدرم یا به آنها تجاوز می شود مثل نصحت گاهی به خودم می گفتم من موجود عجیبی هستم که از ترکیب یک دیو و فرشته مثل مادرم آفریده شدم در قصه هایی که نیده بودم حتی در آن داستانهایی که نصحت از روی کتابهای فرنگی برایمان میخوان باز همین را میفهمیدم اما آن روز در سفارت روس وقتی شاه خلق شده را که به زیر پرچم روس پناه برده بود دیدم که مثل بید میلرزید و گریه میکرد و از امهاش ملکه ایران حلالیت میطلبید دانستم که در وجود انسانها دیو و فرشتهای خفته است که گاه آن بیدار میشود و گاه این مگر نه اینکه ملکه ایران که مدام متح علی گفت و از مولا مدد میطلبید در روز بمباران لس همه زندگیش ویران شد اما شب همه را جمع کرد و از بیاعتباری دنیا گفت مگر او نبود که در سفارت هم نشسته بود محکم انگار نه انگار حتی در نگاهش میدیدم که از بدیهای شاه گذشته و نگاه پرترحم به او میاندازد و تسبیح خود را میگرداند و به آن دیوی که حالا مثل بره بیازار شده بود که از گل دور افتاده باشد نصیحت میکرد که خودش را به خدا بسپارد و شکر کند همان روز بود یا فردایش هنوز در سفارت بودیم ما بچه ها در اتاقی جمع بودیم که یک باره از باغ صدای شیون بلند شد. رفتیم و در ایوان دیدیم که شاه بدبخ احمد میرزای ولیعت را بغل کرده بود و زار میزد. بدتر از ملکه میخواستند احمد میرزا را ببرند با آن هیکل چاق نفس نفس زنان گریه میکرد و دامن مادرش را گرفته بود التماس میکرد او را هم ببرند و عرب صاحب روسی بی اعتنا و خونسرد بود از دایه ها و نوکرها شنیدم که میلیون احمد میرزا ولیعت را شاه کردند و او باید در تهران بماند و محمد علی شاه و ملکه حاضر نبودن از او جدا شوند ما هم در اتاق زار میزدیم من که بهانه گرفته بودم و چقدر دلم میخواست حالا که احمد میرزا شده در تهران بمانم یاد نوست افتاده بودم که به من گفت وقتی زن احمد میرزا شوی او روزی شاه می شود و تو ملکه می شبی. آزاد خواهی شد نزحت که آن همه از قدرت متنفر بود و آن را سرچشمه پلیدی ها می دانست، برای من آرزو داشت که در کنار آن پسر دایی چاق و مظلوم خوشبخت شوم و تازه در سرنوشت دیگران هم اثر بگذارم مگر ملکه جهان نبود که می گفتند شاه بدون اذن او آب نمی خورن. با خود می پس چرا در آن روزها که شاه دیو و گرگ شده بود ملکه لوی او را نگرفت پاسخ به این سوالها برایم دشوار بود نصحت هم نبود تا مثل همه آن سالها به چراهایم جواب بدهد باید پس از این خودم زندگی را آدمها را کشف می کردم و می فهمیدم که چطور در موقعیت های مختلف جور دیگری می شوند. در راه که می آمدیم همه جا نفرت از این شاه خل شده و فراری را در چشم ها و حرکات مردم می اما دو سه باری هم خود او را دیدم. مثلا همون شب که صدای گلوله بلند شد چادری سرش انداخته بود و آمده بود در اتاق زنها در همان اتاق پهلوی ما کس کرده زیر یک لحاف میلرزید کشتی که به راه افتاد انگار او هم از وحشت به آمد. روز دوم در عرشه دیدمش از دور که خیره شده بود به آبها و داشت با خان بابا خان حرف میزد دیگران حتی کاپیتان انگلیسی و آن ژنرال روسی جلویش دست و سینه و با احترام میایستادند ولی آدم نظار و نحیفی شده بود کوتاه قدتر از پیش شب کلاهی هم بر سر داشت حتی وقتی در باکو در آن قایق با افسرهای روسی سوار شده بود و داشت به ساحل میرفت و ما از پنجره نگاه میکردیم که سربازان در ساحل به احترامش راست ایستاده بودند این شاه آن آدمی نبود که در تالار قصر سلطنتی بر سر نسحد داد زد. در همان بادکوبه بیشتر دیدمش و بیشتر فهمیدم که آدمها وقتی از پوست شیرهای آریهی به در می آیند و خودشان می شوند چقدر فرق می کنند. دیگر در نظرم دیو نبود. از بادکوبه سوار قطار شدیم. انگار آدمهای دیگری بودیم. تا پیش از آن هیچ کدام از ما قطار سوار نشده بودیم. ماشین دودی که با آن به شاه عبدالعزی می رفتیم پیش قطاری که ما را از میان جنگل ها عبور می داد به غارغارکی شبیه بود. گرچه در تهران شبهای جمعه که برای زیارت به شهر ری می رفتیم همیشه به دستور مادرم واگن شاهی را غرغ می کردن. و در گار ماشین تهران که سوار می شدیم قراول بودند که مردم را دور می تا ما بگذریم و به واگن مخصوص برسیم که دیوارکوب مجلل قرمز داشت و صندلی های چرمی اما در راه جو سبززارها و خرمنها و جالیز و خانه های حسیری و گلی مخروبه چیزی نمیدیدیم و خیلی زود می رسیدیم به شاه عبدالعظیم اما در اینجا قطار درازی بود که وقتی سود می کشید از سرش دود به هوا می و هنوز یک ساعت نگذشته داخل تونلی شد که اول از تاریکی آن ترسیدیم و بعد عادت کردیم شاه و ملکه و درباری ها که از جهنم پروحشت تهران گریخته بودند انگار تازه داشتن زندگی را پیدا می کردن. از این شاه شادمان بودم ملکه مدام برای یادآوری اینکه جان به سلامت برده بوده ایم می گفت خدا را شد. انگار آنها تا همین چند روز پیش تصور نمیکردند که به سلامت از میان آن همه دشمن و از میان شلی که مدام تفنگ و گلوله جان به در شاه ساکت بود و گاهی چیزی می خود. لباسش هم شبیه بقیه بود بدون مدال و یرا اما ما در چادر بودیم تا وقتی پرده های واگن را کشیدند شب رسیده بود خسته از چند روز بیخوابی در دریا و هوای چرب و نمور بادکوبه به صدای آرام چرخهای قطار که روی ریلهای آهنی میگشت و مثل تیک تاک ساعت بود خوابم برد باز هم خواب مادر را دیدم مثل همه آن شبهایی که از او جدا شده بودم او را دیدم که جلوی سفارت مرا از کالسکه بیرون کشید از میان قراولهای هندی و روسی عبور داد و در گهوارهای گذاشت و تکانم داد با نوسان گهواره و صدای مکرر آن کم کم صدایش هم در گوشم پیچید جیغ نمیزد شیون نمیکرد گیس نمیکند بلکه آرام بود و در صدایش آرامشی که تمام بچگی هم آن را شنیده بودم خواستم به او بگویم نرود از پیشم نرود به پنج دری همانجا در آن اتاق گوشواره خانهمان بماند خواستم چشمانم را باز کنم و ماه را ببینم کلای تبریزی ها و ردیف چنارهای جلو کلاهفرنگی کمین کرده بود اما پلکهایم باز نمیشد وقتی دایه خدیجه صدایم کرد با خیال آنکه دایه خودم آمده و با کاسه شیر اشتیاق هر روزی گرمایی در وجودم پیچید اما دایه خدیجه بود باید بلند می شدیم صبح شده بود و صدای یک نواخت قطار و ریل خبر میداد که شبی دیگر از خانه دور شدم از مادر که حالا نمیدانستم کجاست زیر کدام لحاف خوابیده آیا مروارید موهایش را باز کرده آیا لباس خواب صورتیاش را برتن دارد یا مثل آن شبهای کابوسی خانه خاله خانوم مچاله شده زیر لحاف؟ همانطور با لچک و لباس خانه و به هر صدایی از جا می پرن. یک واگن مخصوص در این قطار مال ما بود یک واگن دیگر هم صندوق ها و چمدان ها در آن تنگ هم چیده شده بودند و خان بابا خان مدام آنها را می و با صورتی که در کتاب شش بود مطابقت میداد قراولان و محافظان ما هم در واگن جلویی بودند و در هر ایستگاهی که قطار می ایستاد پیاده می شدند و از بیرون واگنی را می که ما در آن بودیم هنوز احساس نگرانی و ترس از ما دور نشده بود می گفتن مشروط خواهان ایرانی که بالاخره با جنبش خود شاه را بیرون کردند و به این زاری انداختند در همه جا دستیار و هوادار دارند. خدیجه که هم نگران شاه و ملکه بود و هم مثل من چیزی در تهران نداشت که به آن فکر کند هرچند وقت یک بار از من یا از دیگران میپرسید کی ما آزاد میشویم تا مثل بقیه آدمها باشیم و از آدمهای دیگر جدا نشویم و از غریبه ها نترسیم اما من کسی را داشتم که هر وقت فراغتی دست میداد به او فکر میکردم برایش نامه مینوشتم و چشمهایم را هم میگذاشتم و در دلم با او حرف میزدم خدیجه و دایه میگفتند گاهی در خواب هم حرف میزنم میپرم و گاه شوم. آنها آنها نمیدانستند چه تصویرهایی در آن زمان از برابر چشمم میگذرد و چه خوب که دیگران در خوابهای آدم حضور ندارند هر چه قطار جلو میرفت هوا نمناکتر و خنکتر شد. پنجره را که کنار میزدیم به جنگلهای سبز نگاه می کردیم که به سرعت از برابر ما رژه میرفتند و گاهی زنهای سربرهنه و سفید و گاهی مردانی سرخرو و تنومند را می دیدیم که دست کام میدادند اما حتی وقتی قطار با آن سرعت در حرکت بود ما نباید از جلد خود خود بیرون می رفتیم و دستی تکان می دادیم. خدیجه که گاهی دستورها را از یاد می برد و روسریش را هم باز می کرد و یا برای بچه ها و بزرگ هایی که در مزرعه بودند دستی تکان می داد این تذکر را می شنید. از ملکه یا دایش که شاهزاده خانوم باید سنگین و معدب باشد. حتی وقتی تنهاست و کسی نیست باید همیشه جدی و متین باشد. شما که دیگر بچه نیستید و این دستوری بود برای همیشه و همه جا. ما نباید فراموش می کردیم که از خانواده سلطنتیم. در ایستگاه که پنجره های من باید به طور کامل بسته می و پرده ها می افتاد. گاهی که توقف زیاد می شد از صداهای بیرون میفهمیدیم که مراسمی هست. یک دوباری شاه لباس رسمی بر تن کرده پیاده شد و با آنهایی که برای استقبالش آمده بودن حرف میزد و سری به توقتر تکان میداد. داد. چند باری هم میزبان ها به واگن مخصوص او آمدند از گوشه پرده با ملکه دزدانه تماشا می کردیم. آن دوتا افسر روسی و انگلیسی و چند تا هندی معمولا دو طرفش می ایستادن. صاف و سیخ. گویی شاه بیچاره از این تشریفات لذت می برد. همانقدر که مثلا اعتزاد خوشش می آمد. اما یک بار وقتی که قطار راه افتاد شنیدم که ملکه می گفت دیگر خسته شدم. مریضم. مردشور این سلطنت کوفتی را ببرد. کاشکی از مردم عادی بودیم. پدر سوخته ها یک طوری آدم را نگاه می کنن. انگار که دارن می گوین خاک بر سرت که تاج و تخ را از دست دادی و دیدم که ملک دلداریش داد حتی یک بار شنیدم که وجود ما را فراموش کرد و با تحکم به او گفت خیلی خوب بسه چرا مثل عمه قزی هی قر میزنی بد میکنن احترامت میکنن چند روز دیگر همه چی تمام میشود من و خدیجه به هم نگاه کردیم انگار این مجده بود که به ما داده میشد آیا راستی چند روز دیگر تمام میشد پایان